موکب‌های عزاداری محرم امسال نیز همچون سال‌های گذشته در شهر مقدس کربلا در حال آماده شدن هستند و ده‌ها موکب در نزدیکی حرم‌های مطهر برپا می‌شود. استانداری کربلا نیز نیروهای امنیتی خود را طی این روزها افزایش می‌دهد. در ادامه همکارم در رابطه با حال و هوای این روزهای کربلا در آستانه ماه محرم گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. با نزدیک شدن به محرم و ایام عزاداری امام حسین علیه السلام، کربلا غرق ماتم شده است و در هر کوچه و خیابانی پرچم عزا دیده می شود. در نزدیکی حرم‌های مطهر امام حسین و حضرت عباس سلام الله علیهما نیز موکب‌های پذیرایی از زائران در حال آماده سازی هستند تا از شب اول محرم به زائران خدمت رسانی کنند. بسیاری از این موکب‌ها به توزیع غذا و نوشیدنی می‌پردازند که البته با توجه به گرمای هوا این موکب‌ها در کنار چای عراقی شربت‌های خنک را هم برای پذیرایی از زائران تدارک دیدند. در سال جاری نیز ده‌ها موکب در اطراف حرم‌های مطهر در دهه اول محرم برپا می‌شود. با نزدیک شدن به ایام عزاداری امام حسین علیه السلام، نیروهای امنیتی هم در حال آماده سازی برای ایجاد فضای امن هستند تا زائران حسینی بتوانند از مسیرهای تعیین شده به زیارت مشرف شوند و عزاداری کنند. استانداری کربلا هم نسبت به برقراری امنیت در کربلا همزمان با دهه نخست محرم اقدام و در ورودی‌های کربلا نیروهای امنیتی مستقر می‌شوند و طی این روزها هم تعداد آنان افزایش می‌یابد. مسیرهای مشخصی برای دسته‌های عزاداری پیش‌بینی شده تا عزاداران حسینی از این مسیرها به سوی حرم‌های مطهر حرکت کنند. از سمت حرم حسینی 6 مسیر و از سمت حرم حضرت عباس 4 مسیر برای برپایی دسته عزاداری اعلام شده است. سال گذشته بسیاری از ایرانیان هم در دهه اول محرم به کربلا مشرف شدند که البته برخی از آنها نه تنها در مراسم تعویض پرچم بلکه در عزاداری تاسوع و عاشورا نیز شرکت کردند. صبح روز عاشورا دسته های سوگوار خون و شمشیر و ظهر عاشورا دسته عزاداری توایرج از سمت باب القبله حرم سید الشهدا علیه السلام وارد می شوند و به سوی حرم حضرت عباس علیه السلام می روند. گفتنی است هر ساله در دهه اول محرم میلیون ها زائر از کشورهای مختلف به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف می شوند.